سلام بچه ها، امیدوارم هر جا هستین خوب و سلامت باشین. رسیدیم به یک در واقع ویدیو در مورد بیلد، ساختن بیلد های مختلف. توی اپیزود قبل، حالا من عادت کردم به باکتری میگم اپیزود، توی ویدیوهای قبل من در واقع چند تا بیلد مختلف معرفی کرده بودم بهتون، از بیلد مربوط به پرفیوم گرفته تا مربوط به مثلا ایمپنتربل ثورنز و اینجور چیزا. ولی خب این بیلدا در حال حاضر نرف شدن و مثل قبل قدرت ندارن. با اومدن پچ 1.13 خیلی چیزا عوض شده و خیلی از آیتما قدرت های قبلیشون ندارن، خیلی از آیتما هم باف شدن و قدرت های فضایی گرفتن. توی این قسمت میخوام یک بیلدی بهتون معرفی کنم که خیلی از باسه بازی رو به راحتی میزنید، اما برای به دست آوردن سلاح اصلی این بیلد تقریبا باید تا انتهای DLC رو تقریبا باید برید، یعنی تا نزدیکای باس آخر باید برید تا اون لوکیشن انر ایلیم رو تقریبا به اواخرش برسید تا بتونید این سلاح رو بردارید. ولی خب مثلا برای نیو گیم پلاس و اینجور چیزا، برای خارج از DLC و فلان میتونید ازش استفاده کنید، بسیار بسیار چیز خفنیه. برای PvE خیلی مناسبه، چون تو PvP خیلی کند میتونه ضربه بزنه و خب شاید بتونه اذیتتون بکنه تا حد زیادی، ولی برای PvE و مبارزه با باس های مختلف میتونید روش به شدت حساب کنید. با من همراه باشیم ببینیم که این بیلد چه حرفایی برای گفتن داره. خب بچه ها، این وضعیت منه. قبل از هر چیزی بهتون میگم این کاراکتر من کاراکتر توی پلی استیشن هم کاراکتر روی PC که باش فاکتور رفتم نیست، فهم میکنه. ولی اون فوتیجایی که بعدش واسه مبارزه با باس بهتون نشون میدم، فوتیج از توی اون اپیزودایی که ضبط کردم بهتون نشون میدم. این کاراکتر لولش 274 و توی این کاراکتر چیزی که بیشتر مهمه فیث هم من گذاشتم رو 80 و بقیه استاتس هم به مراتب معمولی ترن، خیلی چیز عجیبی نیست. در برابر آیتم هایی که در واقع میخواییم استفاده بکنیم، بهتون بگم ست راکشاسا در واقع چیزیه که بیشتر از هر بخش دیگه ای ما بهش احتیاج داریم. برای به دست آوردن ست راکشاسا هم بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که زمانی که وارد در واقع چیز میشید، کسل چی میگن، شادو کیپ میشید، مسیر خودتون رو قبل از اینکه به استور هاوس برسونید باید خودتون رو برسونید به یک نردبون یا میاد پایین، رو توی حال واکترو هستش خیلی راحت خودتون میتونید برسونید به کسل واترینگ هول و راه خودتون رو ادامه بدید، بیایید برسید به رکلوسس ریور آپستریم و در ادامه دوباره مسیر رو بیایید تا برسید به رکلوسس ریور داونستریم. و زمانی که به اینجا رسیدید، بذارید بهتون نشون بدم وضعیت رو. زمانی که به اینجا رسیدید پاشید بیاید پایین از اینجا، همین راحت کل مسیر رو میاد پایین و توی این بخش یه باس فایتی خواهید دید. از این توی این موسالی ما توی این یه باس فایتی رو میبینید که با شکست دادنش یک ست لباس و یک گریت کاتانا میگیرید توی اینجا، ایستر نیملس ماوسالیوم توی اینجا. دقت کنید این و این دو تا جای کاملا متفاوتن. میاد اینجا و باس این منطقه رو میزنید، یه ست لباس بسیار بسیار باحال بهتون میده به اسم راکشاسا در واقع ست، که شامل 4 تا قطعه است که ما سه تاشو نیاز داریم. برای بخش بعدی لداز آرمور رو من میذارم، توضیح هم من بدم بهتون. این سه تا تیکه بچه کمک میکنن که بیشتر دمیج میزنید، در این حال حالت قمار داره، بیشتر هم دمیج میخورید و خب این اشتناب نپذیر. این کاری که داریم میکنیم یه حالتیه که یه مدام میتونه خب کار سخت بکنه، ولی خب در این حال بد نیست، میتونه کمکتون بکنه. یکی این مورد. بعدی توی لباستون ست لداه. شما زمانی که به اواخر بازی بخواید برسید،
توی این اسپایرال رایز زمانی که به اینجا میرسید کوست لاین مربوط به سرکار خانم نه اینجا که توی نه اسپایرال رایز که نه نه این بخش نبود توی فرست رایز هم نه تو این یکیه فکر میکنم چون اینا که قطعا نیست اتمنا این باشه کلینزینگ چیمبر آره توی همینجا توی کلینزینگ چیمبر زمانی که شما بیاید و توی این بخش با لدا بخواید مبارزه بکنید زمانی که لدا و حالا یاراش رو بخواید از بین ببرید و کاراشون تموم بشه و مأموریت لدا رو به اتمام برسونید تهش میایید این جلو و از روی بدن لدا آرمورش رو بر میدارید وقتی که آرمورش رو برداشتید کارتون با آرمور و فلان و همه این چیزا تموم شد ما بخش مربوط به لباسامون ردیف شده اما در مورد شاردا و الکساندر خب این از بازی اصلی باید داشته باشیدش مربوط میشه به کوئستلاین الکساندر و الکساندر رو باید شکست بدید در برابر سیکرد سکورپیون چارم اگر 1% توی بازی اصلیتون یادتون نیست بهتون یه توضیحی بدم توی کیلید زمانی که شما وارد میشید وارد کیلید که میشید از توی لیمگریف وارد کیلید میشید توی اینجا توی سمال درینگ چرچ یه NPC شما رو اینوید میکنه با کشتنش این سیکرت اسکورپیون چارم رو به دست میارید برای راتن وینگ سورد اینسینیا شما باید با کوئستلاین میلیسنت توی بازی اصلی پیش برید که خب اونم 5-6 تا پارت مختلف داره از بازی اصلی این میفته و در مورد تو هندد سورد تالیزمن بهتون بگم جاش کجاست شما کافیه که بیاید توی تمپل روین توی DLC هم معلوم بیاید توی تمپل روین و بهتون بگم که از کجا باید برش دارید خیلی هم راحت باشید بیاید این سمت بریم برا و اینجا نه خیلی بانم این بخش توی اینجا وارد این بخش بشید از پله ها بیاید بالا وقتی که تا اینجا رو اومدی بسید بیاید اینجا انجای بابایی میادش پایین نه میکشیدش یکی دوتا اتک بزنم از اینم بهتون بگم که الان مخلفات ست من هنوز ردیف نیست سر همین خیلی الان اینجا رو من سخت نمیگیرم یعنی کارهای مربوط به ست من انجام ندم میاید اینجا و اینجا هم یه دونه تو هندت سورد تالیزمن برمیدارید این بهتون کمک میکنه زمانی که سلاحتون رو تو هند بکنید اتک هایی که میزنید به مراتب قوی تر مثلا بخوره این از این اما برای برداشتن سلاح یوپوریا باید چی کار بکنید شما زمانی که دارید بازیتون رو انجام میدید و دارید به اواخر بازی دارید میرسید توی منطقه اسپایرال رایز شما با یک دشمنی مواجه میشین یعنی با یک منطقه مواجه میشین عادت کردم هی بگم دشمن با یک منطقه مواجه میشید که یه مقداری حالت مخفی داره و به این راحتی ها نمیشه توش حرکت زد خوشم میگم میخوام چیکار بکنم
بزنیم. بزنمش. بعدش بچه نها کنین این بغل راه واسه پایین اومدن. بیاید پایین اینجا رو بیاید یه چلو آقا باشید. مسیر رو بیاید جلو. اینجا و بعد بیاید این بر بعد بیاید اینجا همین رو بپرید پایین. وقتی پرید پایین بیاید جلو بعدش بود و ایدو بیاید این بر به پرید پایین. مراقب هم باشید اینجا میان میزنن اتون اینجا اصلا نترسید. بیاید پایین. همین سلاحی که دستمه رو میخوام بهتون بگم از کجا بردارید اسمش یوپوریاه. سلاح لجندری بازی هم هست. بعدش پیه جلو از این بغل از این سلاح هم داره هی بیشتر بیشتر داره گور میگیره. این گور گرفتن باحال، افکت علکی هم نیست. حالا میفهمید که چه شکلی چرا اینو میگم. وقتی که کامل اینجا رو بیاید پایین یه دری رو روبروتونه که با باز کردنش همین سلاح یوپوریا رو میگیرید. این هم میشه سلاح بعدی شما، یعنی سلاح یوپوریا که این رو اینجا بر میداریم. اما برای برداشتن سلاح سورد آف لایت ما چند تا کار باید انجام بدیم که یه مقداری میتونه دردسر باشه کلیت داستانش. اونم اینه که شما باید چند تا کار رو باید انجام بدید برای سورد آف لایت. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که زمانی که بازیتون شروع میشه و تا یه جایی جلو میرید وارد این قسمت فاگ ریفت کاتاکومز بشید و توی فاگ ریفت کاتاکومز شما باید یکی دو تا کار رو باید انجام بدید. این کاتاکومزیه که میتونه یه مقداری درد سرساز باشه. من سعی میکنم حالا یه مقداری فقط بودو بودو فقط برم. خیلی خیلی هم باید مراقب باشید که درد سر براتون ایجاد نکنن. حالا فقط دارم میدونم که تا حد امکان خبری نشه. بیا جلو کل این مسیر رو. نه ترسید تیشتون نمیشه. اونا شاید چیزیشون بشه شما قرار نیست چیزتون بشه. خب
بگم اینجا چون دانجن اینجا رو زدم در نهیچه بعد همه اینا رو دیگه بگم بیاید پایین و به شدت گرمه شاید باورتون نشه بیاید جلو و اینجا اون جای سخت و درد سره اینجا را قشنگ بدوین واقع باشه که فقط نمیرید بریم بقید بریم اینجا رفقا رو اینجا دخلشون رو بیارید بعد که همه این کار رو کردید بیایید این رو وایسید این که خورد زمین برید بیرون بعد بیایید اینجا منتظر بشید این بیادش بالا و بیایید جلو این که کامل بیاد بالا شما رو میرسونه به یه آلتار و شما اینجا یه شمشیر برمیدارید یه شمشیر چوبی برمیدارید که به هیچ دردی هم نمیخوره ولی باید اول اینجا این کار رو انجام بدید وقتی اینو اینجا برداشتید توی اون مسیری که بهتون گفته بودم برای اینکه بخواید یه سری کار رو انجام بدید توی این نقطه کسل واترینگ هول توی بونفایر اینجا میاید و هم یه چند تایی از این فرنس گالما هستن فرنس گالما رو که زدید یه فرنس گالم این جلو نشسته که با یه فرنس پات از بالا پرت میکنید تو صورتش اینو میکشیدش و میاد جلو و توی اینجا یه دونه چیز جدید میبینید وقتی که توی اینجا اومدین حالا احتمال داره که اینجا بهتون پیشنهاد بده که میخواید سورد آف دارکنسش بکنید اون شمشیرتون یا سورد آف لایت بکنید حالا نمیدونم اینجا سورد آف دارکنس رو میگی یا سورد آف لایت اگر سورد آف دارکنس رو گفت نگران نباشید بردارید بذارید سورد آف دارکنستون رو درست بکنید اگر سورد آف لایت هم اینجا براتون درست شد که اوکی اما اگر نشد بعدن پاشید بیایید اینجا توی چرچ آف باد مین انترانس اینا توی مسیریه که کارا رو انجام دادیم ها یعنی این مسیرها رو قطعا رفتید که مسلما به این ویدیو نیاز خواهید داشت وقتی من از یوپوریا دارم صحبت میکنم یعنی تمام این لوکیشن ها رو شما به صورت قطع رفتید بیایید اینجا و بعدش بیاد این بر بیاید اینجا و از روی این منطقه دقیقا از همین رو همینو مستقیم میان جلو و به یه چیز دیگه میرسید و اگر اونجا نتونستید دارکش بکنید نتونستید لایتش بکنید دیگه اینجا دیگه قطعا لایت میشه توی یکی از این دو تا جایی که در ادامه گفتم شما میتونید سورد آف لایتتون رو هم به این شکل در واقع بسازید همه چیزها رو من گفتم بجز بحث فلاسک آف واندرس فیزیک که شما اگر بازی اصلی رو بازی کرده باشید
به طور قطع من یه جایی درست وایسم که بتونم واسهتون صحبت کنم. اگر بازی اصلی بازی کرده باشید بدون شک دو تا فلسک مهم، فلسک میکس فیزیک خیلی خیلی مهم به دست آوردید. و اون فلسکا چیان؟ من میام توی میکس فیزیک، یه دونه تورنی کرکت تیره و یه دونه هم هولی شراودینگ کرکت تیره. با داشتن این آیتم ها شما میتونید اون کاری که میگم رو انجام بدید، یعنی یک بیل واقعا مریض درست بکنید برای خودتون. به چه شکلی کار میکنید؟ آها، و اینم بهتون راستی بگم، برای ماجیکاتون هم که بخواید استفاده بکنید واسه اسپلاتون، گولدن واو، پروتکشن آف ایر تری، اینا بازی اصلی وجود داشتن و البته بستیال وایتالیتی که اینا به دردتون میخوره. بستیال وایتالیتی اگر کوئستلاین مربوط به بیست کلرجیمن که بعد بهش دارک روت بود یه همچین چیزی بود بعد بهش میدادید، اگر اونا رو مثلا 3-4 تا بهش بدید بهتون این بستیال وایتالیتی رو میده. کارهایی که شما میخواید بکنید چیه؟ اینه که اگر از بستیال وایتالیتی استفاده بکنید یک مقدار اون در واقع جونتون میتونم بگم که به تدریج شروع میکنه هیل شدن، یعنی آروم آروم یه مقدار شروع میکنید به هیل شدن. بذارید من حالا بشینم که افکتاشون رو بر روی چیز بهتون بگم. بسیار وایتالیتی هیلز اچ پی اوور ا پیریود اف تایم، به تدریج خیلی کم کم شروع میکنه هلثتون رو ریجن میکنه. این وقت پروتکشن اف ایر تری میزان دمیجی که میخواید بخورید رو کمتر میکنه، که این بر اساس اینکه شما ست راکشاسا پوشیدید این میتونه، این دوتا میتونن کانتر کننده باشن. و البته گولدن واو که باعث میشه که هم دیفنس و هم اتکتون قوی تر بشه، یعنی این ستا برای دیفنس شما لازم خواهند شد. اوکی، این ستا رو گوشه ذهنتون داشته باشید. و البته برای گریت رون هم من میتونم بهتون گریت رون مربوط به مالنیا رو پیشنهاد بدم. چرا؟ چون در واقع بر اساس اینکه دمیجایی که دارید میخورید، بر اساس دمیجایی که دارید میخورید به تدریج شروع میکنید هیل شدن با هر دمیجی که میخورید، و این از این جهت خوبه که حداقل اگر دارید دمیج زیادی دارید میخورید به تدریج این افکت ها بغل هم دیگه قرار بگیرن و شروع کنن شما رو هیل کردن. خب اما با این بیلد ما چه شکلی میتونیم بازی بکنیم؟ حالا من یه اپسیلونش رو توی اینجا بهتون نشون میدم، بعدش یه ویدیویی بهتون نشون میدم از بازی خودم توی واکترو که مربوط میشه به اپیزود آخر که در واقع فردا به دستتون میرسه، یه تیکه از اونجا نشونم چون هیچ جای خالی من نداشتم واسه اینکه بخوام بهتون وضعیت خودم رو نشون بدم. اما اگر بخواید شما از این بیلد استفاده کنین چه جوری میتونید استفاده بکنید؟ توصیه، یه دونه سیل شما نیاز دارید، از این سیلایی که باهاش میتونید چیز کنید دیگه، چی میگن، میتونید باهاشون در واقع اینکانتیشن بزنید. خب این سیل رو برمیدارید و یه L1 میزنید اینجا، این افکت رو بندازید رو خودتون، یه گولدن واو، یه اونم پروتکشن آف ایر تری. بعد سلاح سورد آف لایتتون رو تو هند میکنید، وپن آرتش رو با L2 میزنید. اوکی؟ بعد این سلاحتون رو تو هند میکنید، یوپوریاتون رو، یوپوریا هم که مشخصه دیگه، بعد تا آخر بعد آپگرید باشه. و من در حالی که دارم میام میخوام رو این یارو تستش بکنم، در حالی که دارم میام این پوشن میکس فیزیکم میخورم که دیگه یالم حداقل راحت باشه و ببینیم این چقدر دمیج میخوره اگر بخوایم بهش اتک بدیم. اوکی، هاک شد یارو از صفحه. روی یکی هم یه تستی بگیریم.
وقتی این کامل شروع شد فیل کردن پر شدن، وقتی این کامل شروع شد چی میگن به صورت کامل ضرباتی که زدید شروع کردش این درخشیدن، تازه وقتشه که شما شروع کنید از وپن آرتتون استفاده کنید، یعنی الو رو نگه دارید، این شروع کنه اینطوری حرکت کردن. این باعث میشه که شما یک دمیج بسیار بسیار زیادی رو به دشمناتون وارد کنید. واسه این کار شما باید بچه ها چندین و چند دمیج به آدم های مختلف زده باشید، یعنی اگر دمیج نزنید این وپن شروع نمیکنه درخشیدن، و اگر ندرخشه این میزان دمیج نمیخوره. اما توضیحی که در مورد این لداز آرمورم باید بدم چیه؟ اینه که این لداز آرمور رو به این دلیل میذاریم که اگر شما داج بکنید و بعد ضربه بزنید، یا مثلا بکستپ بکنید بعد ضربه بزنید، نها کنید، یعنی مثلا داج ضربه، بکستپ بعد ضربه، بدوید بعد ضربه، اینا همه باعث میشه اتک شما به حد زیادی قوی تر بشه. و شما وقتی دارید این کار رو انجام میدید شروع میکنن اینا تا حد زیادی اتک ها باعث میشن که این سلاحتون روشن و روشن‌تر بشه، و وقتی که کامل روشن بشه شما میتونید اون وقت این حرکت رو که الدو رو نگه میدارید و بزنید و دشمناتون رو قاچ بکنید. حالا بریم یه قسمتی از اون تیکهی که بهتون میگم من با همین بیلد اومدم حرکت زدم و باس رو رنده کردم و ببینیم بریم به چه شکلی باس رو میزنم، بعد خودتون فردا اون وقت میبینید که در واقع بعدش چه اتفاقاتی میفته. با هم همراه باشیم بریم اون یه تیکه رو ببینیم. خب بچه ها الان من همونطور که میبینید کاری که انجام میدم، ببینید اینا بسیار وایتالیتی مو زدم، پروتکشن آور تری مو زدم، و از اون سمت هم اون گلدن وام هم زدم، تو هند کردم سورد آف لایت همو، وپن آرتش رو زدم، بعد این سلاح همو تو هند میکنم، پوشن میکس فیزیک همو که بهتون توضیح دادم چیا رو داره زدم، و اینجا میام جلو. این مربوط به اپیزودیه که فردا قراره ببینید، مربوط به اپیزود آخر واکچور میشه. من نها کنین من کاری که میکنم ببینیم، میام حالا اینجا رو با پرش زدم، میشینم، آها ببینید داج میزنم بعد ضربه میزنم، و وقتی یه کامل فول میشه و اون شروع میکنه به درخشیدن، من تمام ضربامو پشت به پشت بهش میزنم و این شکلی رسما باسو قاچش میکنم و پرونده یه باسو به صورت کامل میبندم، به صورت کامل عملا، و دیگه فکر کنم چیز دیگه باقی نمونه. یعنی شما توی عمل دیدید که این بیلد میتونه چه کارهایی انجام بده. بیلد متا، بیلد پچ 1.13 و فعلا میتونه کارتون را بندازه، خیلی هم اوپیه، و گفتم برای پی وی ای خیلی عالیه، برای پی وی پی اصلا پیشنهادش نمیدم، یعنی برای پی وی پی باید سراغ بیلدهای دیگه برید، ولی این به شدت کارتون را میندازه و در مقابل بازهای خیلی سخت بازی هم میتونید قشنگ پسش برید. چیز دیگه باقی نمونه، مثل همیشه با لایک و کامنت و سابسکرایب ممنون میشم که منو حمایت بکنید، و اگر دوست داشتید در طریق درگاه ریمیت که توی دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو گذاشته شده میتونید منو حمایت کنید. دمتون گرم، عاشقتون، مراقب خودتون باشین، فعلا خدافظ.